سلام بر شما، به ویژه برنامه خبری ما خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و تردیدهای جامعه بین‌المللی نسبت به مقاصدی که تهران از برنامه اتمی خود دنبال می‌کند، سال‌هاست که به یکی از موضوعات جهانی بدل شده است. کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران ضمن رد این اتهام تأکید می‌کند برنامه اتمی‌اش کاملاً صلح‌آمیز است. اگرچه تماس‌های دیپلماتیک و مذاکرات پراکنده برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی طی یک دهه گذشته به طور متناوب در جریان بوده، اما مذاکرات جدی با گروه 5 به علاوه 1 با آغاز به کار دولت روحانی آغاز شد. اگرچه این مذاکرات به توافقی مقدماتی منجر شد و قرار بود که به توافقی نهایی منجر شود، اما چنین توافقی حاصل نشد و مذاکرات برای 7 ماه دیگر تمدید شد. با وجودی که دولت روحانی عزم خود را برای حل مسئله اتمی جزم کرده است و توانست در نخستین ماهای فعالیتش تابوی مذاکره با آمریکا را بشکند، با این حال نتیجه این گفتگوها چندان چشمگیر نبود و چشمانداز دستیابی به توافق برای کاهش تحریم‌ها همچنان ناروشن است. در زمینه گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و نتایج و دستاوردهای این مذاکرات در سال گذشته میلادی با دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای همراه هستیم. آقای دکتر رضا تقی‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر، بفرمایید گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را در سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما مهم‌ترین دستاورد این گفتگوها در سال گذشته میلادی چه بود؟ نوع نگاهی که به نتیجه مذاکرات داریم شاید ملاک خوبی است برای ارزیابی نتیجه مذاکرات، همینطور روند مذاکرات. دو سوی مذاکره دو سوی متخاصم بودن و تا حدود زیادی هستند. بنابراین آمریکایی ها ممکن است ارزیابی متفاوتی داشته باشند از اونچه که از زاویه جمهوری اسلامی میشه به موضوع مذاکرات نگاه کرد، ولی از دید من به عنوان یک نگاه مستقل شاید بزرگترین دستاورد مذاکرات خارج کردن پرونده اتمی ایران از حالت تنشی گذشتش، در شرایطی که ما به یاد داریم تا همین 3 سال پیش بالغ بر 2/3 نیروی دریایی آمریکا تا اونجایی که به ناوهای هواپیمابر محدود میشد در خلیج فارس قرار داشت و آهنگ روز، آهنگ استفاده از گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران بود، تا امروز که طرفین متقابل به نوعی تابوی مذاکره، ترس و هراس و پرهیز از گفتگو رو به شدت داشتن، ولی حالا وزرای خارجه اونها روبروی هم قرار میگیرن، مذاکره میکنن. جمهوری اسلامی اصولگرایی رو قربانی عملگرایی کرده و پذیرفته واقعیت‌های در صحنه رو، از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی گرفته تا قابلیت‌هاش که آیا میتونست و میتونه به سمتی که هدف گذاری کرده بود در مسیر برنامه‌های اتمیش حرکتش رو ادامه بده یا خیر. این نگاه عملگرا، این نگاهی که به هر حال در دو سوی مذاکره حاکم شده و پرونده اتمی ایران رو در نتیجه از حالت چالشی اون و جنگ‌آفرینی به موضوع دیپلماسی و گفتگو تبدیل کرده و اون رو به این مرحله رسونده، به نظر من بزرگترین دستاورد این گفتگوهاست و در مسیر مناسب این گفتگوها حرکت کردن. من در بقیه گفتگویی که با هم خواهیم داشت توضیح میدم که به چه علت آمریکا این رو بایستی یک دستاورد لمسی معقول برای خودش تلقی بکنه و جمهوری اسلامی هم همین که از شکستی پرهیز کرده و از یک رویارویی نظامی پرهیز کرده و از بحرانی تر شدن وضعیت درونی ایران پرهیز کرده بایستی راضی باشه. با این حساب، به باور شما مهمترین دستاورد مذاکرات از بین رفتن سایه جنگ، با این حال عدم توافق هسته‌ای در موعدی که تعیین شده بود و تمدید مجدد مذاکرات همچنان افق مذاکرات رو مبهم کرده، آیا به نظر شما اینطور نیست؟ بدون تردید، شاید 3 ماه پیش نگاهی که به آینده مذاکرات از یک زاویه مستقل میشد داشت با اونچه که امروز وجود داره تا حد زیادی متفاوته و تیرگی بیشتری بر آینده مذاکرات حاکم، اگرچه دو طرف همچنان ابراز امیدواری میکنن، تلاش میکنن که نگاه مثبتی به آینده مذاکرات داشته باشن، ولی واقعیت این است که در صحنه تغییراتی پیش آمده.
و این تغییرات باعث میشه که شاید انتظار کمتری بایستی از 7 ماه آینده و در مسیر رسیدن به نتیجه نهایی داشت تا نگاهی که 3 ماه پیش وجود داشت و انتظار میرفت که حداقل در ماه نوامبر بعد از سپری شدن 6 ماه مذاکره نتیجه لمسی به دست بیاد. طبیعتا عواملی که در طول 6-7 ماه گذشته باعث دور ماندن طرفین مذاکره از رسیدن به یک توافق جامع لمسی شده همچنان وجود داره و البته باید اضافه کرد که به بعضی از این موانع پیش از انقضای مهلت تعیین شده مذاکرات هم به خصوص از جانب جمهوری اسلامی افزوده شد که این بالا بردن مانع پریدن طرفهای مذاکره ایرانی رو از مانع تعیین شده دور نگه داشت، این قابلیت رو از اونها گرفت و باعث شد که مذاکرات به نتیجه قطعی نرسه. نگاه من این است که برای 7 ماه آینده به هیچ وجه شرایط آسان‌تر از اونچه که 3 ماه قبل بود نخواهد بود، بنابراین باید طرفین به یک تصمیم سیاسی قاطع برسن و این اراده رو برای رسیدن به توافق داشته باشن. طرفین گفتگو حالا به خوبی از مواضع هم آشنا هستن. این چیزی است که شاید 1 سال پیش به هیچ وجه وجود نداشت. الان انتظاراتی که پشت درهای بسته طرفین گفتگو مطرح کردن به صورت روشن بدون واسطه به گوش طرف مقابل رسیده و در بالاترین سطح دو طرف اصلی گفتگو در حقیقت یعنی ایران و آمریکا میدونن که از همدیگه چی میخوان و به خصوص میدونن که چی به یکدیگر نمیتونن عرضه بکنن. این بضاعت‌های متقابل رو هر دو با هم آشنا هستند. مسائلی که شاید در افکار عمومی مطرح نشده، گوش رسانه‌ها نرسیده و حتی اگر اخباری از درون میز مذاکره به بیرون درس کرده، چون شکل رسمی نداشته به نوعی قابل تردید بوده، ولی بالاترین معیار این است که واقعا دو طرف حالا نیاز به داشتن یک اراده سیاسی دارند و این اراده رو بیشتر من لازم میبینم که در جمهوری اسلامی شکل بگیره. عملا به نوعی علارغم همه تبلیغاتی که رهبران جمهوری اسلامی دارن، من توپ مذاکرات اتمی رو در میدان ایران میبینم. به اراده سیاسی اشاره کردین، آیا این اراده در دو طرف مذاکره در حال حاضر وجود داره برای رسیدن به توافق؟ این جای ابهام داره. همین موضوع است که آینده مذاکرات رو با ناروشنی رو برو میکنه. در آمریکا وضعیت تا حدودی متفاوته با اونچه که در ایران هست، اگرچه دست دولت اوباما برای دادن امتیازهای غیر متعارفی به جمهوری اسلامی بسته تر از گذشته هست، ولی با این وجود به نظر من خیلی فاصله نیست بین نگاه حزب جمهوری خواه و نگاه حزب دموکرات تا اونجایی که به مصالح سیاست خارجی کشورشون این روابط، مناسبات و مذاکرات مربوط میشه. البته تفاوت‌های تبلیغاتی میشه دید، تفاوت روش میشه دید، ولی هدف‌ها هدف‌های یکسانی است و در مواقع ضروری معمولاً دو حزب از تصمیمات دولت آمریکا در موارد حساس که به هر حال مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی از جمله اونها هست اتفاق نظر پیدا میکنند. بنابراین در آمریکا زیاد این مسئله داشتن اراده سیاسی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی ملاک نیست. این جمهوری اسلامی است که از وضعیت موجود رنج میبره، عملا صادرات نفتش رو که همه اقتصاد اون به این وابسته بود بیش از 50% از دست داده، در منطقه با فشارهای زاد الوصل رو بروست. اقداماتی که در منطقه میکرد حالا با امکاناتی که داره نامتوازن شده و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو هم در داخل به علت وضعیت معیشتی، هم در منطقه به علت کاهش امکانات در شرایط انتقادی و دشواری قرار داده و این جمهوری اسلامی است که باید بسنجه و باید تصمیم بگیره که آیا توسل به یک برنامه‌ای که مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی است و مورد انتقاد جامعه جهانی است و اونها از ایران میخوان متوقف بشه همچنان ارزش ادامه رو داره یا یک توقف پایدار میتونه به هر حال جمهوری اسلامی رو در مسیر متفاوتی قرار بده و از حالت یک نظام انقلابی به شرایط یک دولت متعارفی در منطقه تبدیل بکنه. اونجاست که باید جمهوری اسلامی
تصمیم سیاسی بالایی بگیره و دست مذاکره کنندگان رو برای رسیدن به توافق با طرف اصلی مذاکره یعنی آمریکا باز بگذاره. ولی در طول چند ماه گذشته ما چنین اراده ای رو شاهد نبودیم که شاید در مواردی اقدامات عکس اون هم صورت گرفته. آقای دکتر، با توجه به ترکیب جدید کنگره آمریکا، آیا می توان عدم توافق را گذار به شرایط بحرانی در چند ماه آینده توصیف کرد؟ وضعیتی که در آمریکا ایجاد شده میتونه تاثیرگذار باشه بر روند مذاکرات، میتونه فشار تازه‌ای باشه بر شانه های دولت، بخصوص در ماهایی که وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه آمریکا و دو سالی است که معمولا رؤسای جمهوری آمریکا حتی در بهترین شرایط از بضاعت‌های محدودی برخوردار هستند. حزب جمهوری خواه حالا دو مجلس قانونگذاری رو در اختیار داره و تلاش میکنه که با کمک شمار فرمانداران بیشتری که در آمریکا داره قوه اجرایی رو هم در اختیار خودش بگیره. بنابراین این فشارها شکل تبلیغاتی بیشتری پیدا میکنن، شکل رسانه‌ای بیشتری پیدا میکنن، ممکن است در مواردی حتی مصالح حزبی بر مصالح ملی آمریکا دیده بشه که میچربه. ولی با این وجود من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی این آمادگی رو نشون بده که عملگرایی به طور مطلق بر اصولگرایی، عقیده‌گرایی و توسل به شعارهای واهی و قبول فشار نیروهای نظامی در داخل باید بچربه، باید توافق پیدا بکنه، این اراده در جهت قبول خواسته های پایه طرف مقابل باشه. من همچنان فکر میکنم با وجود دست بالایی که جمهوری خواها در مجلس قانونگذاری پیدا کردن، جمهوری اسلامی میتونه این مذاکرات رو نجات بده. و البته باید جمهوری اسلامی به این نکته فکر بکنه که اگر در 5-7 ماه آینده یا 6 ماه آینده از رسیدن به یک نتیجه لمسی این مذاکرات باز بمونه چه پیش خواهد آمد. خب ترسیم این تصویر میتونه بیشتر مشوق باشه برای رهبران جمهوری اسلامی که یک تصمیم سیاسی در حالتی که هنوز قدرت انتخاب دارن بگیرن تا زمانی که خودشونو مجبور به پذیرفتن این فشارها ببینن. با توجه به اینکه تهران تاکنون اطلاعات اندکی از توانمندی‌های اتمی خودش منتشر کرده و در این زمینه ابهامات بسیاری هم در میزان و هم در سطح و قابلیت‌های این توانمندی‌ها وجود داره، آیا جمهوری اسلامی ایران این پتانسیل رو داره که در صورت اراده رهبرانش به سرعت به سمت تقویت بعد نظامی برنامه‌های هسته‌ایش پیش بره؟ فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی که مشکوک به داشتن هدف‌های نظامی هست، یکی از دو بعد اصلی مذاکرات ایران با جامعه جهانی رو تشکیل میده. مذاکراتی که از اون عنوان گفتگوهای فنی یا تکنیکی یاد میشه و این گفتگوهایی است که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میده. این مذاکرات مرکز توجهش فعالیت‌های گذشته اتمی ایران هست. اگر قرار باشه یک توافق جامع بین ایران و جامعه جهانی شکل بگیره، بدون تردید شفاف سازی نسبت به گذشته برنامه‌های اتمی ایران، بخصوص ابعادی که مشکوک به داشتن فعالیت هدف‌های نظامی هست، باید در شکم این توافق قرار بگیره. ایران در طول 3 ماه گذشته کمترین همکاری لمسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت روشنسازی این گذشته انجام نداده. خب تا وقتی که این روشنسازی صورت نمیگیره، شفاف سازی صورت نمیگیره، این ابهام وجود داره که جمهوری اسلامی چقدر در این مسیر مذاکرات جدی است. ولی این پرسش که آیا فاصله جمهوری اسلامی با رسیدن به بمب و حرکت کردن به مسیری که شاید هدفهای قبلی جمهوری اسلامی بوده امکان پذیر است یا خیر، بله حتما امکان پذیر است. اگر این تاسیسات وجود نداشت، اگر این اقدامات صورت نمیگرفت، اصلا وجود این مذاکرات چرا باید ضروری می بود؟ چرا باید بر سر یک چیزی که شاید هدف نظامی نداره 10 سال منطقه با یک تنش جدی روبرو بوده تا به حال؟ جمهوری اسلامی این تاسیسات رو به اعتقاد من داره، جامعه جهانی اطلاعات کافی راجع به بضاعت‌های اتمی ایران داره،
و اگر اراده سیاسی به جای رسیدن به توافق با جامعه جهانی باشه، برگرده به سمت اینکه این اراده برای تولید بمب یا دست دادن به آزمایش اتمی باشه، به نظر من این کار رو جمهوری اسلامی قادر انجام بده، قادر حداقل به اون سمت حرکت بکنه. آیا به هدف نهایی خواهد رسید یا خیر، بحث دیگری است، ولی این بضاعت ها به صورت بالقوه در اختیار جمهوری اسلامی هست. ولی یک تفاوتی که این مذاکرات ایجاد کرده با شرایط پیش از مذاکره، به نظر من و خیلی از کارشناسان دیگری که مسائل اتمی ایران از نزدیک تعقیب میکنند، افزایش پیدا کردن فاصله ایران با قدرت مبادرت به یک آزمایش اتمی است. اگر در مثلا یک سال و نیم پیش این فاصله رو باید در حدود 6 ماه یا 8 ماه ارزیابی می‌کردیم، این فاصله الان به راحتی به بیش از 1 سال افزایش پیدا کرده. بنابراین حتی در صورت وجود تأسیسات اعلام نشده اتمی، جمهوری اسلامی با توجه به موجودی که از اون باقی مونده، به خصوص سوخت اتمی که در اختیار جمهوری اسلامی هست، برای رسیدن به ظرفیت مبادرت به آزمایش اتمی حداقل بیش از 1 سال فاصله داره. آقای عراقچی به تازگی اعلام کردن در مذاکرات مسقط تیم مذاکره کننده به ختم مذاکرات فکر میکرد. اونچه که در رسانه ها در مورد توافق مسقط باز نشد بسیار محدود بود. به طور مشخص توافق در مذاکرات مسقط چه بود که جمهوری اسلامی از آن به عنوان پتانسیلی برای پایان بخشیدن و ختم مذاکرات از اون یاد میکنه؟ در مسقط ما در دور دوم گفتگوها شاهد حضور گروه 5+1 بودیم در مقابل نمایندگان جمهوری اسلامی، در حالی که مذاکرات اصلی رو پیش از شکل گرفتن مذاکرات رسمی ایران و آمریکا صورت دادند. بنابراین در گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا عملا تکلیف مذاکرات مسقط روشن شد. پیش از رفتن گروه مذاکره کننده به مسقط و پیش از اینکه دیپلماسی خط موازی یا خط دوم یا دیپلماسی پنهانی هر اسمی که روی او بگذارید شکل بگیره و مسقط به عنوان محل مذاکرات حساس ایران و آمریکا دوباره اعلام بشه و تعیین بشه، یک اتفاق افتاد که این اتفاق نشون میده اراده سیاسی در تهران تا حد زیادی تغییر کرده نسبت به دورنمای مذاکرات و هدف مذاکرات. وقتی آقای خامنه‌ای در فاصله چند هفته پیش از گفتگوهای نهایی مانع مذاکرات رو با اعلام این نظر که ما نیاز به 190 هزار واحد جداسازی ایزوتوپای اورانیوم داریم اعلام کرد و گفت که عملا ما ایران نیازمند 120 هزار سانتریفیوژ، و گفت که مذاکره کنندگان گول نخورن، ممکن است که آمریکایی ها به 4000 سانتریفیوژ خودشون رو راضی نشون بدن و بعد بخوان به شما 1500 دستگاه بدن و غیر ذلک. با طرح این موضوع و بالا بردن مانع در حقیقت نشون داد که در وضعیتی که اون روز ایران جمهوری اسلامی وجود داشت، آمادگی کافی برای قبول همه شرایط آمریکا در اختیار شاید وجود نداشت. شاید تا اون موقع حتی جمهوری اسلامی تصور نمی‌کرد که پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مجلس سنا به خصوص میتونه به نوعی کفه موازنه سیاسی در واشنگتن رو تغییر بده، و این محاسبه رو هم در اظهارات آقای خامنه‌ای کمتر میشد دید. بنابراین پیش از مذاکرات به نظر من سرنوشت مذاکرات روشن شده بود، و در مذاکرات همین بالا بردن مانع باعث شد که دو طرف از رسیدن به یک نقطه مشترک دور بمونن. چطور امکان داشت آمریکایی که به هیچ وجه حاضر نبود و نیست که بیش از 4000 دستگاه سانتریفیوژ در اختیار ایران قرار بده به عنوان واحدهایی که شمار اون قانونی هست، میتونست به سمت هدف بالاتر یعنی نزدیک شدن به 120000 سانتریفیوژ خودش رو حرکت بده، و چطور مذاکره کنندگان ایرانی میتونستن آبروی رهبر جمهوری اسلامی رو روی خط قرار بدن که او اصرار کرده نیاز ما برای 10 سال بعد 120000 واحد سانتریفیوژ، ولی حالا جمهوری اسلامی مذاکره کنندگانش به مثلا 3000 دستگاه رضایت دادن. این یک بخش گفتگو بود. بخش دوم که ایران به نظر من وارد یک قمار سیاسی شد این بود که اعلام کرد ما تنها زمانی به توافق نهایی تن میدیم که طرف مقابل آماده باشه همه تحریم ها رو برداره. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه بود و هست که آمریکا قادر به برداشتن تحریم های یک جانبه به صورت یک شب و اینا نیست،
هر نوع تصمیمی در مورد لغو تحریم ها اولا شکل تدریجی داره و این موکول به روند قانونی که باید طی بکنن و بعد یک اراده سیاسی مشترک هم باید در اون وجود داشته باشه. تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه از سال 1996 به موقع اجرا گذاشته شده. از سال 2007 شورای امنیت به این تحریم ها علاوه شده، یعنی اونچه که به عنوان این سازش یاد میشد با آمریکایی ها در زمان آقای کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه ایران اعمال کردند. بعد از مبادرت ایران به غنی سازی در سال 2005 در سال 2006 و 7 مبدل شد به تحریم های شورای امنیت علیه ایران و بعد از سال 2012 به این طرف از ژانویه 2012 ما شاهد یک سری تحریم های تازه یک جانبه هستیم که آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران اعمال کردند. اگر الگوی ما حتی کشور عراق باشه میبینیم بعد از اینکه صدام مشمول این تحریم ها بود تا چند سال حتی بعد از تغییر حکومت در عراق تحریم های یک جانبه شورای امنیت باقی مونده بود. بنابراین جمهوری اسلامی که حداقل این بضاعت های حقوقی درش وجود داره و آشنا به نظام بین الملل تا حدی هست میتونه درک بکنه که برداشتن یک جانبه تحریم ها امکان پذیر نیست. چرا حالا این رو به عنوان خواسته و شرط رسانه‌ای اعلام میکنن؟ به نظر من اقدامی است برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و به نوعی قبول حفظ وضع موجود تا تغییر شرایط و دیدن اینکه آیا امکان این وضعیت وجود داره که امتیازات بیشتری سر میز مذاکره بگیرن یا خیر. به نظر من بازی سیاسی که آقای خامنه‌ای با داخل شدن در این گفتگوها انجام داد یک قمار بازنده بود، یعنی اگرچه هنوز پات باخته نیست، هنوز شرایط بحرانی نیست، ولی اگر این دو مانع رو بر سر راه مذاکره کنندگان قرار نمیداد، ایران حداقل در مسیر رسیدن به توافق نهایی قرار می گرفت و در مسیر برداشتن تدریجی تحریم ها. باید به خاطر داشته باشیم که اعمال تحریم ها سالانه به ایران 150 تا 200 میلیارد دلار زیان وارد میکنه. امروز قدرت یک کشور از دهانه توپ خارج نمیشه، قدرت یک کشور از کیف پول و حساب بانکی اون کشور خارج میشه. ما مقایسه بکنیم میزان تاثیرگذاری یک کشور کوچک حدود 1 میلیون نفری مانند قطر رو در مسائل سیاسی منطقه با جمهوری اسلامی که 80 میلیون جمعیت داره و در یک منطقه بسیار حساس استراتژیکی واقع هست، ما میبینیم که به علت بضاعت مالی بیشتر قطر در تحولات منطقه تاثیر سازنده بیشتری داره. جمهوری اسلامی متاسفانه درک غلطی از نوع قدرت در دنیای مدرن امروز داره و اگر واقعا این درک وجود داشت جمهوری اسلامی باید سیاست متفاوتی رو در پیش میگرفت. قماری که 4 ماه پیش آغاز شد نباید بهش مبادرت میشد و ایران با رسیدن به توافق نهایی باید زمینه برداشتن تحریم ها رو فراهم میکرد. به هر حال اون چی که در مسقط اتفاق افتاد به نظر من سرنوشتش حدود چند هفته پیش توسط آقای خامنه‌ای به چه دلیل، این جای حدس و گمان زیاد است، ولی روشنه که گروه هایی که مخالف مذاکرات بودند که نظامی ها و اصولگرایان در جمع اونها هستند این تاثیرگذاری رو در تصمیم نهایی آقای خامنه‌ای داشتن و همین تصمیم مذاکرات رو به صورت محسوس از رسیدن به هدف نهایی باز داشت. آقای دکتر، به موضوع تحریم ها بر می گردیم، اما پرسش من در مورد موضوع رهبری هستش. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی صحبت از نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی کرد و رسما تایید کرد که با مذاکرات مخالفتی ندارد، گرچه به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، بسیاری از ناظران این چرخش را نشانه نگرانی عمیق وی نسبت به احتمال نتیجه نگرفتن مذاکرات ارزیابی کردند. این ارزیابی تا چه حد واقع بینانه است؟ پیش از اینکه مذاکرات شکل جدی بگیره، تابوی گفتگو با آمریکا بشکنه و وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو در رو با وزیر خارجه آمریکا قرار بگیره، دولتی که به روی کار آمده بود شرایط اقتصادی روز مملکت رو به اون صورتی که بود حتما با رئیس خودش رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته بود و این نگرانی ها از فردای جامعه برای او ترسیم شده بود. این نگرانی ها که میتونست به نوعی به
فروپاشی اقتصادی ایران بیانجامه و فروپاشی اقتصادی میتونست مشکلاتی حتی جدیتر از بحران سال 88 در نظر امنیتی برای رژیم ایجاد بکنه. خب در این گفتگوها بدون تردید نظامی ها و اصولگرایان حاضر نبودند، عملگرایان دولت بودند و آقای خامنه ای نقطه نظر رو پذیرفت و تصمیم گرفت که از مذاکرات حمایت بکنه و همون شعار نرمش قهرمانانه رو که شعار پیش از معرفی کردن اقتصاد مقاومتی بود، فاز دوم سیاست های ایشون در قبال مذاکرات اتمی مطرح کرد. ولی تدریجا نظامی ها و اصولگرایان ابعاد دیگری رو با او در میان گذاشتن، اینکه اگر ما در میز مذاکرات سلاح‌های در اختیارمون رو، یعنی خطر تبدیل از نظر اونها، البته یک خطر تبدیل شدن به یک قوه نظامی اتمی رو برای اونها از بین ببریم، سلاحمون رو زمین بگذاریم، اونها جسورتر میشن، اونها خواهان امتیازات بیشتری خواهند بود و به دنبال حقوق بشر میرن، به دنبال اقدامات ما در منطقه میرن و تحریکاتی رو شروع میکنن بعد از آمدن به ایران و باز کردن سفارت و غیره. خب اینجا آقای خامنه‌ای که مثل پاندول واقعا بین شاخه‌های مختلف قدرت حرکت میکنه، از سمت دولت به سمت نظامیان رفت و این بار با معرفی اقتصاد مقاومتی چند ماه بعد از شروع مذاکرات به ترسیم آینده‌ای خودش رو قانع دید که باید مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید. این رفتارها تا امروز توسط آقای خامنه‌ای ادامه پیدا کرده. بنابراین نه اصولگرایان کاملا مطمئن بودند که از حمایت 100% او برخوردارن و نه کسانی که مربوط و منصوب به دولت هستند و مذاکرات رو به عهده داشتند. ولی به هر حال در یک نقطه آقای خامنه‌ای ناگزیر از تصمیم گیری نهایی است، ناگزیر از قرار گرفتن در یک سوی از این مجموعه قدرت در داخل هرم قدرت جمهوری اسلامی است. این لحظه هنوز فرا نرسیده. بنابراین ما همینطور این نوسان سیاست ها رو که از دید خارجی به عنوان ناهماهنگی در درون هرم قدرت دیده میشه شاهد هستیم و تغییر روش آقای خامنه ای رو هم در طول این مدت به دفعات دیدیم. به نظر من همچنان گره مذاکرات اتمی در دست آقای خامنه ای است و البته آقای خامنه ای تنها تصمیم نمیگیره، ولی مشورت های گروهی که انجام میده نظیر کسانی است که نزد رئیس میرن با آخرین گروهی که از دست نزد رئیس برگشته عملا حاکم تا زمانی که گروه بعدی نزد او شرفیاب بشن و ازش بخوان که تغییر سیاست یا تغییر روش بده. به نقش نهادهای نظامی اشاره کردید. چقدر این اراده در نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره که مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به نتیجه برسه؟ به نظر من رفتار نظامی‌ها و اصولگرایان که از مذاکرات حمایت اسمی می‌کنند، درست مصداق دو رکعت نماز می‌خونم از ترس پدرم قربتن الله، اینه به علت خواسته رهبر جمهوری اسلامی است که به نوعی به پذیرفتن مذاکرات تن دادن. ولی با پذیرفتن اصل مذاکرات و تحمیل شرایط رسیدن به توافق به رهبر جمهوری اسلامی نشون دادن که مخالف این مذاکرات هستند، نشون دادن که نمیخوان این مذاکرات به نتیجه برسه. سایت هایی که برقرار کردن، تبلیغاتی که در رسانه ها عنوان میکنن، مطرح میکنن، یارگیری هایی که صورت میدن، همه حاکی از این است که اصولگرایان و بخصوص نظامیان با مذاکرات روی مخالف دارن، با دولت روی مخالف دارن و منتظر فرصتی هستند که دولت به زانو بشینه و در نتیجه به زانو نشستن مذاکرات هم به نتیجه نرسه، یا برعکس مذاکرات به شکست کشیده بشه و با ضعفی که در دولت دیده خواهد شد بعد از اون دولت رو هم بتونن به شکست بکشن. کسانی که در تقابل با مذاکرات هستن تایید ضمنیشون به نظر من ناگزیر موقتی است و این حرکت از نگاه اونها یک حرکت تاکتیکی است. به شدت اصولگرایان و نظامیان با روند مذاکرات، آشتی با آمریکا که هدف اولیه این گفتگوها بود و توافق اتمی و تسلیم ظرفیتی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی هست روی مخالف دارد. من میخوام به موضوع تحریم ها برگردم. بحثی که گفته میشه توافق نهایی رو در آخرین نشست وین با مانع و چالش جدی مواجه کرد موضوع تحریم ها بود که طرف ایرانی خواستار لغو کامل اونها در کوتاه مدت بود. با توجه به ترکیب جدید کنگره آمریکا، این درخواست تا چه اندازه عملیه؟
من در بخش پیشین این گفتگو توضیح دادم که برداشتن تحریم ها به صورت یک شبه امکان پذیر نیست، ولی دولت آمریکا از این قدرت برخورداره که سرعت برداشتن تحریم ها رو افزایش بده، از این قدرت برخورداره که در صورت بودن پیشنهاد موضوعی به روی میز از طرف جمهوری اسلامی، حتی در شرایط قرار داشتن در اقلیت، حزب اکثریت یعنی جمهوری خواهان رو هم با موضوع توافق همراه بکنه. ولی تمام این مجموعه موکول به این است که به روی میز جمهوری اسلامی پیشنهاد مناسبی آورده باشه. پیشنهاد مناسب فاصله بیشتر گرفتن جمهوری اسلامی از ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی است. پیشنهاد مناسب بستن تمام راه‌های برگشتن جمهوری اسلامی به راهی است که در طول 10 سال پیش در پیش گرفته بود. پیشنهاد اصولی شفاف سازی نسبت به گذشته برنامه‌های اتمی ایران. پیشنهاد اصولی این است که از جامعه جهانی مراکزی رو که مشکوک به فعالیت‌های اتمی بودن و هستند پنهان نگه ندارند. پیشنهاد اصولی این است که اجازه بازرسی رو همونطور که کشورهای دیگری که در دنیا وجود داشتن به دنبال بمب اتمی رفته بودن از این کار سر پیچیده بودن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادن، ولی جمهوری اسلامی همچنان مثلا با پیوستن به پروتکل الحاقی منع گستره، لایحه منع گستره، پیمان منع گستره سلاح‌های اتمی خودداری میکنه، در حالی که وقتی آفریقای جنوبی 6 بمب اتمی داشت در سال 92 اونها رو که تسلیم کرد اجازه بازرسی‌های گسترده رو هم به آژانس داد. این کاری است که برزیل صورت داده، آرژانتین صورت داده، کره جنوبی صورت داده، و اگر در بلوک شرق ما کشورهای دیگری رو مثل قزاقستان یا اوکراین ببینیم، اونها هم همین وضعیت رو با جامعه جهانی داشتن، در حالی که جمهوری اسلامی میگه از ابتدا به دنبال بمب اتمی نبودم. قول من رو شما قبول کنید، جایی رم که مشکوک به کارهای مشکوک هستم به شما نشون نمیدم، ولی یا فتوای رئیس ما رو و یا قول ما رو در میز مذاکرات بپذیرید. اینها پیشنهادی نیست که اگر روی میز قرار بگیره حزب جمهوری خواه به خصوص بتونه به اون گردن بذاره یا بخواد به اون گردن بگذاره. بنابراین اگر اونچه که من به عنوان سرفصل اینجا خدمتتون مطرح کردم به صورت پیشنهاد رسمی روی میز قرار بگیره، بدون تردید رئیس جمهور آمریکا قادر خواهد بود حزب جمهوری خواه رو هم با این خواسته ها هماهنگ بکنه و روند برداشتن تحریم ها سرعت بیشتری بگیره. آقای دکتر، فرصت ما خیلی محدوده، بفرمایید به عنوان آخرین سال چشمانداز گفتگوها را در مدت باقی مانده تا پایان تمدید مذاکرات چگونه میبینید؟ بسیار دشواره که واقعا یک تصویر روشن از نتیجه مذاکرات پیش از داخل شدن در مراحل حساس بشه به دست داد. همونطور که عرض کردم این بستگی داره به اراده سیاسی در تهران. وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرده، ما در طول روزهای گذشته شاهد نوسان بسیار شدید در بازار ارز ایران بودیم که این ناشی از ناامیدی بازار نسبت به نتیجه مذاکرات، و بدون تردید حضور حزب جمهوری خواه بایستی زنگ خطر بلندتری باشه در گوش رهبران جمهوری اسلامی که آینده به نفع اونها نیست، زمان برای اونها شاید بعد مناسبی نیست، زمان به زیان اونهاست. اگر چنین اراده‌ای در تهران شکل بگیره بدون تردید با توجه به خواسته های آشنای دو طرف قرار گرفتن در مسیر توافق نهایی بسیار امکان پذیر خواهد بود. تا پیش از پایان سال نو یک دور از گفتگوها بین ایران و آمریکا و گروه پنج به علاوه یک صورت میگیره که این باز به نوعی شاید چشیدن یا لمس کردن سرد و گرمی آب، ولی در شاید ماه فوریه که کنگره کنونی مستقر شده در واشنگتن و دولت ایران هم شاید نگاه بهتری دقیقتری به وضع موجود خودش داره، بتونه با توجه به این داده ها به یک نتیجه لمسی برسه. در صورتی که این اراده شکل بگیره بدون شک رسیدن به نتیجه دور از دسترس نخواهد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضا تقی‌زاده که از گلاسکو با ما همراه بودن. از شما
از شما بینندگان ارجمند هم سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این ویژه برنامه برای کسانی که موفق به پخش زنده آن نمی‌شوند در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com موجود است. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی که در صفحه تلویزیون می‌بینید با ما در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست باشید.